آقای اوجی خیلی خوش آمدی به برنامه ما. خیلی خوش آمدی به برنامه ما. یه صحبتی با بیننده های ما بکن. عرض ادب و احترام خدمت بینندگان درجه یک برنامه فریدون جیلانی که یکی از مهمترین آدم های این سینما هستند و شما هم قطعا خوش سلیقه این که آقای جیلانی رو تماشا میکنید. امیدوارم هر جا هستین سر حال و سلامت باشید. اولا به تبریک میگم، خیلی تبریک میگم بابت فیلم خائن کشی. البته سه فیلم دارید در جشنواره، دو فیلم دیگه هم فیلم خوبی هستن. لطف دارین شما. برای خیلی خیلی به تبریک میگم. متشکرم. کیمیایی که از بهترین کاراشو ساخته. خدا روش. در 10 سال اخیر و تو نسلی رو آوردی کنارش گذاشتی که فضا خیلی شاداب و خیلی توضیح بده اصلا این اتفاق چه جوری افتاد. چجوری رفتی به سمت کیمیایی خائن کشی؟ تمنا. اول لطف شما سپاسگزارم. برمیگرده خیلی قبل برمیگرده آقای جیلانی. بله برمیگرده به نوجوانی من. یه من فیلم کوتاه میساختم، عاشق کیمیایی بودم و تو دوره ما تو سینما جوان همه بچه‌ای که فیلم کوتاه میساختن عاشق کیارستمی بودن. یه تب کیارستمی توی تمام فیلم کوتاه سازا بود. منم ارادت دارم با آقای کیارستمی و دوستشون داشتم، ولی سینمای قصه گوی کیمیایی رو خیلی بهش علاقه داشتم. از متوجه چه سالی هستی علی؟ من چند میخوره آقای جیلانی؟ 50 خورده‌ای هستی؟ نه من 62 ام. 60 بابا تو خیلی جوونی که. بله بله. 38 سالمه. و فکر کنم 15 سالم بود. سال 76 اگه اشتباه نکنم. یه فیلمی ساختم به اسم غزل و تقدیم کردم به مسعود کیمیایی. فیلمو یه فیلم 43-4 دقیقه 16 میلیمتری ساختم دادم با تقدیم آقای کیمیایی کردم. آقای کیمیایی کجا پیدا کنیم اصلا؟ مگه آقای مثلا حالا نبود که مدرسه و فلان؟ بله بله. و این یه رویایی بود در من نوجوان. بله. از چه فیلم عاشق کیمیایی شده بودی؟ من از من فیلم مورد علاقم فیلم گوست ها، بلوچ و غزله و خاک. این چهار تا. آره این چهار تا. قیصر هم دوست دارم. نه فیلم از تو این چهار تا محبوب گوست ها. آره با فاصله. با فاصله به نظرم بهترین فیلم تاریخ سینماست. من بهترین فیلم تاریخ سینمای ماست. و این فیلم رو جواد طوسی برد به کیمیایی نشون داد. همین فیلم تو رو از خانه سینما خودش یه نسخه بتاماکس گرفت، چون رو بتاماکس نشون میداد. آره آره آره. گرفت و برد با آقای کیمیایی نشون داد و آقای کیمیایی من زنگ زد. من 15 سالم بود. بله گفت آقای اوجی. گفتم بله. گفت من مسعود کیمیایی هستم. قد دور بود. مسعود کیمیایی چرا به من زنگ میزنه؟ من فوش دادم قطع کردم. دوباره گرفت. فکر کنم بچه‌هان دارن اذیت، چون میدونم من عاشق کیمیایی ام دارن منو اذیت میکنن. دوباره گرفت که آقای اوجی من مسعود کیمیایی ام. من دیدم صداش میخوره مسعود کیمیایی باشه. دیگه گفتم بله آقای که من فیلم تو دیدم میخوام ببینمت. گفتم فیلم منو؟ کدوم فیلم؟ گفت غزل که نوشتی تقدیم به مسعود کیمیایی. گفتم بله. گفت بیا ببینم دیگه، فیلم خوبی ساختی، آفرین. گفتم شما فیلم من رو دید اصلا چاخر. خلاصه رفتم و این شد آشنایی من با آقای کیمیایی. آقای کیمیایی که سراسر من رو تشویق کرد که تو سینما بمون. یعنی گفت بمون فیلمت که دید گفت بمون. اگه فیلم در واقع اینو خودش کاشته، در واقع این دانه رو خودش کاشته. گفت تو سینما بمون، فیلم بساز، بیا دستیار من شو و اینجا با هم کار کنیم، کیف کنیم، فیلم بسازیم. سینما یه بخشش اون چیزی که تو گرفتی درسته، ولی اصلش یه جای دیگه است، اینجوریه. ما هم گفتیم آقا چی بهتر است؟ اصلا من دیگه نمی‌دونم چیکار کنم. و نشد. دور و بریاش نذاشتن اون موقع. حتی یه بار من قبل از این آشنایی که این فیلمو بسازم، من یه بار از سر صحنه کیمیایی انداخته بودن بیرون. چرا؟ کدوم فیلمه؟ فیلم فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فکر میکنم سلطان یا قبلش، نمیدونم چه فیلمی بود. ضیافت میشه قبل، سلطان میشه بعد. و فکر کنم ضیافت. من رفتم برای تماشا. من جوونی رفتم نگاه کنم ببینم کیمیایی چه شکلیه.
چجوری راه میره، دکوپاژش چجوری دستش میگیره. اینجوری نبود آقا جنانی به خدا زمان ما، چون منم از سن خیلی کم شروع کردم. بله و من دیدم کیمیایی اومد یه دفتر بزرگ دستشه و روی این دفتره یه چیزی گفت و رفت بازیگره رو هدایت کرد. من همینجوری با دهان باز داشتم نگاه میکردم. رفتیم توی تمام این ماجراها که گذشت و این داستانها، این عشق موند و همیشه فکر میکردم که باید با کیمیایی کار بکنم، تا رسید به فیلم خون شد. آها. فیلم خون شد و با رضا مرتب میرفتیم پیش کیمیایی، رضا یزدانی، میرفتیم مرتب پیش کیمیایی و میومدیم و یه رابطه رفاقت و دوستی از دور گاهی از نزدیک. و خون شد و که دیدم گفتم به نظرم وقتشی که یه فیلم برم پیشنهاد بدم با آقای کیمیایی. 5 تا سناریو به من دادن، خودش داد بفهم. بله، خیلی قبول کردن سری، چون من از بچگی میشناختن. رفته خونهش؟ نه، تو دفتر نوروز بیگی با هم قرار گذاشتیم، چون با نوروز بیگی اون موقع خون شده داشتم. بله. اومد و من گفتش که من برات میفرستم سناریو. بعد تعریف کرد یا داد بهت؟ نه داد به. دارم هنوز 5 تاشو دارم. یکیش آلم بود، یکیش همین خائن کشی بود، قصه بلیغ بود که میفته زندان و همین خائن کشی. بله. اون دزدیه بود. آها. و مابقیش چیز دیگه بود که بهش گفتم، رفتم پیشش گفتم آقای کیمیایی این یه خود تو دلش بکنم، گفت دیوونه شده این بچه، چی میگه ما رو سر کار گذاشته برای چی؟ شاید فکر میکنم نمیدید که من برم سراغ یه فیلم 1330. گفت این خیلی فیلم بزرگیه. گفتم بله بله. گفت خیلی عجیب غریبه، این دکور میخواد. و گفتم من دوست دارم آقای کیمیایی با شما یه فیلمی کار کنم که بمونه. چه دلیل خوبی. گفتش که برای من گفتم فقط یه نکته ای، حالا با ترس و لرز و اصلا نمیدونم که مناسبات من با بقیه کارگردان و بلدم چجوری حرف بزنم با آقای کیمیایی خورده که فکر کنم عشق بچگی تو الان. گفتم که این فقط من این سکانس اول رو میمیرم براش. سینمایی تن شکل اجرا رو داشت در سناریو، یعنی یه عده دوست تو یه کسوف میرن بانک ملی ایران رو وسط ظهر میزنن. چقدر خیلی قشنگه. بله شروع رو شما ببینید. گفتم که این، ولی من عاشق اینا شدم، این کاراکترهایی که رفتم بانک رو زدن. من اون بلیغ رو دوست ندارم، دوست دارم ولی نه برای این سناریو. می نویسین بر اساس اینا؟ گفت چقدر وقت دارم؟ گفتم 6 ماه. گفتش که گفتم تو دکوراتون رو میسازی و ما پیش تولیدمون رو شروع میکنیم. شروع کردیم پیش تولید همون لحظه. گفتم به خاطر اینکه کرونا تو دفتر خودتون، دوتایی با هم یه پیش تولید بکنیم، یه ماه دیگه میگیم دستیارا بیان. شروع کردیم به بازیگرها زنگ زدم، به ترکیب سعی کردم عواملی رو دعوت بکنم که آقای کیمیایی، برای آقای کیمیایی انگیزه داشته باشن، عوامل حرفه‌ای سینما که به درد این سناریو میخورن. تو عواملش عوض کردی، چون کیمیایی با این عواملی که تو گذاشتی کار نمیکرد. خیلی هم سخت بود کار من، تا اونجایی که میدونم مثلا کار نمیکرد. خیلی سخت بود. با مصیبتی کشیدم سر این عوض کردنه. مسعود سلامی رو بردم، همه رو میگم الان. مسعود سلامی رو بردم، گفتم آقا ایشون رو من با عنوان فیلم بردار میخواستم خدمت رو معرفه کنم. گفت چی کار کرده ایشون؟ گفتم که هی فکر کردم چه فیلمی رو از سلامی دیده آقای کیمیایی. گفتم فیلم آقای جیرانی خفگی دیده بوده به خاطر فولاد. بله بله. دیده بوده. گفتش که بله بله دیدم اون فیلم. گفتم و فیلم قبلیتون هم دیده بود؟ گفتم بله، براتون میارم دوباره. خفگی و با اون یکی فیلمتون رو برداشتم، با چند تا کارهای دیگه مسعود بردم گفتم. شب نشستیم تو خونه دیدیم و فلان. فرداش اومد و مسعود رفت بیرون که اینا هم یه حالا هوایی بخوره اینا. من صدا کرد گفت این کیه؟ تو رو خدا این اصلا فیلم برداره؟ اصلا به قیافش بخوره فیلم؟ من زرین دست کلاری این چیه؟ گفتم آقای کیمیایی فیلم بردار خوبیه. گفتش که علی جان فیلم بردار محرم منه، من چه حرفی دارم با این آقا بزنم آخه؟ گفتم آقای کیمیایی اعتماد کنین به من عاشق شما، من
نسخه بد نمیپیچم برای شما، اعتماد کن. چه دیالوگی خوبی. با یه اکراهی قبول کرد و خلاصه امضا کردیم و رسیدیم به سهیل دانش اشراقی. سهیل هم کلش رو زده بود، تراشیده بود، توپل و کله کچل و ریش و اینا، اومد 11 ساله از تهران، اومد با کوله پشتی، اومد دادای قرمز، کوله پشتی قرمز، پیرن سبز، شلوار آبی، کفش سرخابی. اصلا میایی دید سهیل اینو میخواه بذاری بازن چای آقای میرفخرایی بازن گفته آقای کیمی درخشان امسال با من سیمرغ میگیره با فیلم من روز روزگاری آبادم و واقعا هم گرفت. آره گرفت. آره نفسی که اومدم سر خائن کشی بودیم که گرفت. و سهیل گفتم آقا این درخشانه، سریع به سهیل گفتم بشین برای آقای دوتا نقاشی بکن. سهیل هم نشستم در آورد و دست به قلم هم از خلاصه کشید و دیگه سهیل هم بستی بستیم که من نمیدارم داری منو کجا میبری. گفتم آقا به خدا اینا حرفه ای هم به این تیپ، این سر فیلم بوده اصلا اینجوری نیست. و مارال جیرانی ها گفتم آقای کیمی من مارال رو خیلی قبول دارم، این یکی از بهترین طراحهای لباس ایرانه. گفت با آقای جیرانی چه نسبتی داره؟ گفتم دخترم آقای جیرانی. اونو مقاومت نکرد اصلا. بستیم و رسیدیم به گیریم، قرار بود عبدالله اسکندری گیریم رو باشیم. آره شهیدم عبدالله اسکندری. نشستیم راجع مصدق گپ زدیم. دو تا اتفاق نیفتاد تو این فیلم. یکی حضور عبدالله اسکندری به عنوان گیریمار بود که یکی نزدیکترین رفقای منه. من و عبدالله با هم دیگه فیلم تهیه کردیم که کرونا گرفت آقای اسکندری و کرونای ضعیف کرد آقای اسکندری رو یه مقداری تو اون مقطع. و من ازش زنگ زدم اجازه گرفتم، گفتم آقای اسکندری من داره فیلمم شروع میشه و رسیدم به تست گیریم، دیگه کاری نمیتونم بکنم، من بعد دارسنج رو میخوام بذارم بیارم. دارسنج کار نکرده بود کی میبینی؟ نه اونم جدید بود. گفتم خاطره گوس ها و تیغ و ابریشم رو زنده کنم، آقای اسکندری رو بذارم با عنوان گیریم. دو تا کاری که با هم کردم. آره دیگه اونا کرده بودن. بله گیریم های درخشان فیلم تو گوس ها البته میشه که آی نه گیریم رو بود تو گوس ها بود. یه خاطره جالب هم داره که برای جایزه آقای در واقع وسوقیه توی همون خاطره فیلم گوس ها. حالا بگذاریم، خلاصه آقای دارسنج رو بردم و ماجرا رو در واقع با این تیم جمع کردیم. یک اتفاق دیگه که نیفتاد که خیلی ناراحتم ازش، آقای کیمیایی به من گفتش که علی من میخوام کارگردان صدا بذارم برای این فیلم. گفتم گفت یعنی میخوام یک کسی که نظارت کنه به صدای فیلم. و دعوت کردیم از خسرو خسروشاهی بزرگ و دوستش بعد دوبلر خوب. بله گفت خسرو خیلی میتونه به این فیلم کمک کنه که اینقدر بزرگ شد یه دفعه آقای جیرانی و یهو شد یه گروه 120 نفری تو اوج کرونا انگلیسی. و من ترسیدم، گفتم من آقای کیمیایی یه نفره میتونم ازشون نگهداری بکنم و نگهداری هم کنم. ولی گروه چیکار کنی؟ ولی خسرو خسروشاهی چیکار کنم؟ یعنی یه خورده نشد، کار پیش نرفت. و من با آقای دانش گفتم که تمام لوکیشن ها رو سقف رو برداره. گفتم هر لوکیشنی که میسازی سقف براش نذار. گفت سرده. گفتم بهتر از اینه که کرونا بگیرن. و یه جواهری مثل مسعود کیمیایی سر فیلم برداریمونه. حالا ما جوونیم ممکنه، ولی آقای کیمیایی و نداشت، لوکیشنامون سقف نداشت، در سخت‌ترین حالت ممکن فیلم خائن کشی ساخته شد سر فیلم برداری. بچه‌ها میگن اصلا 29 اسفند تموم شده فیلم برداری. بله 29 اسفند تموم شد. ولی یه نکته راجبه همه عواملی که گفتم، 4 روز بعد از فیلم برداری مسعود کیمیایی اینشو خیلی دوست دارم منو برد صدام کرد وسط شهرک غزالی، منو برد تو بیابون گفت بیا بریم راه بریم. ادامه دادیم با هم دیگه، گفتش که من یه چیزی رو میخوام به اینجا اعتراف کنم. گفتم چی شده؟ گفت این عواملی که به من دادی درجه یکم، من ازت ممنونم، خیلی حرفه‌ایم. سهیل دانش اشراقی حرفه‌ایه، محسود سلامی حرفه‌ایه، مارال جیرانی حرفه‌ایه، دارسن چشمه جزو بهترین عواملی هست که من در این 55 سال باشون کار کردم و خیلی خوشحالم.
اما این کار خوبی کردی به خاطر که اون نسل، نسل کیمیایی خیلی سخته با این نسل جدید خوب بگیره. و تو اولین بار این کار کردی، چون قبلا هم مثلا زرین دست نیه بود. زرین دست بنظرمان فیلم مدار قابل احترامیه. اما گاهی وقتا انگیزه ها عوض میشه. بله. شرایط عوض میشه. بله. نسل جوان انگیزه های دیگه ای داره. اصلا این سه نفر و این چهار نفری که بردی اصلا فوق‌العاده هن. یعنی اصلا فیلم رو چیز کردن. فیلم یعنی در واقع فضای فیلم رو خیلی خوب در آمد. خیلی خوب گوش میدادن به آقای کیمیایی. بله ایده های کیمیایی خوب. مثلا حالا مارال رو میگم که شما نزدیک میشناسینش. خیلی باهوش گوش میداد، اتود میزد، دست به قلم مارال خیلی دست به قلم خوبی هم هست، شما میدونید. برای کیمیایی اتود میزد، به کیمیایی نشون میداد، حرفاشو گوش میداد، تیز میگرفت. سهیل دانش همینطور نقاشی میکرد، دونه دونه دیتیل این لوکیشن ها رو برای کیمیایی با نقاشی کشید، سه بعدی داخلشو بیرون نقاشی رنگی کشید که میتونیم قاب کنیم بزنیم به دیوار. محسود سلامی راجع به تونالیته رنگ این فیلم، تک تک سکانسا، نورپردازیشو برای آقای کیمیایی کشید و گوش میداد به کیمیایی. یعنی کیمیایی راجع به نوع نور شیکاگویی و بله نور بله نوع سینمای امریکایی که وسترنایی که دوست داره و راجب نور و قاب بندی و اینا با محسود صحبت میکرد و محسود میرفت تحقیق میکرد، میدید مرتب سکانس ها رو تونالیته بندی میکرد و همین چیزی که شما گفتین آقای جیرانی درست ترین حرف ممکنه. یعنی فکر میکنم که انگیزهی که بچه های این فیلم داشتن خیلی داشتن خیلی کمک کرد و اینکه گوش میدادن به کیمیایی. کیمیایی هوش بسیار خوبی داره، فوق العاده است، باهوشه، بی‌نظیره. آدمی که باید کنارش قرار میگیره باید انگیزه داشته باشه و دوستش داشته باشه. و همین اتفاق راجع به بازیگر افتاد. انتخاب بازیگرات هم بی‌نظیره. اونه بگو. اولا بگم مهران مدیری درجه یکه تو فیلم تو. بله درخشانه، لطف داری. با خودی صحبت کردم همون موقع که دیدم هم بهت گفتم. لطف داری. یعنی آوردش چه نقش خوبی هم بهش دادی. بله. درست بود دیگه. من به نظرم این خیلی نقطه حساسیه. نقطه انتخاب بازیگر. یعنی اینا تایی کننده است با کارگردان دیگه، دو نفری هم. دو نفره اتفاق افتاد سر این فیلم. یعنی من پیشنهاد میدادم آقای کیمیایی آره یا نه میگفتن. چند تا از انتخابامون جابجا شد ولی به دلیلی که اونا نرسیدن ما نرسیدیم، توافق نکردیم. ولی عمدتاً 90% اون کستیو که با هم توافق کردیم و سر این فیلم گذاشتیم. این 90% با یه وسواس به خصوصی در طول بازنویسی سناریو در واقع اتفاق افتاد. یعنی مثلا سکانس نویش بعد فری میرفت این کارو میکرد، من میشستیم شب با آقای کیمیایی میخوندیم، گفتم خب حالا فری رفته این کارو میکنه به کی نزدیکه؟ به این نزدیکه. سهراب چی میگه؟ چون مدیری انتخاب کرده بودیم، سهراب اینو میگه، از اینجا میخواد بره اینجا این کارو بکنه. در قامت مدیری نوشت آقای کیمیایی. آها نه خیلی نکته ظریف و مدیری هم گفت یه چیز اینطوری ولی خیلی در قامت چقدر در اومده قامت. بله همه در اومدن. بله بله مدیری جایگاه خیلی بهتری پیدا کرده، ویژه‌ای داره. ما توی خائن‌کشی این اتفاق خیلی داشتیم بر اساس بازیگر، چون آقای کیمیایی به شدت دست به قلمه و حوصله نوشتن داره، به شدت رمان 800 صفحه‌ای می‌نویسه. بله بله بله. و این دست به قلم بودنش باعث می‌شد ما توی انتخاب بازیگر من با یه معجزه طرف باشم. یعنی وقتی که مثلا قرار شد که مثلا آقای پولاد کیمیایی نقش شاهرخو بازی کنه، بر اساس پولاد نوشته شد. اونم درسته، اونم درسته. یا امیر آقایی رو بر اساس امیر آقایی، حتی امیر آقایی رو سر صحنه تغییر میداد. یعنی دیالوگ ها بر اساس آن چیزی که در سه روز گذشته با امیر آقایی رفته بود جلو و دیده بود چه دیالوگ هایی رو بهتر میگه، چه استعدادی داره، چه هوشی داره، یکی ویژگیایی داره. بر اساس ویژگیاش مینوشت. این بیشترم میره، به من میگفت، گفت این امیر آقایی بیشترم میره. که من بیشتر پاشو میذاش رو گاز آقای کیمیایی، با بازیگرهایی که دوست داشت پاشو میذاش رو گاز. امیر یکی از اوناست. مثلا راجب مهران مدیری به من گفتش که
چیزی بهش نگو، بیا اول با هم حرف بزنیم. من دعوتش کردم دفتر آقای کیمیایی، یه عکسی اومده بیرون، این مال همون روزه. دعوتش کردم دفتر آقای کیمیایی، آقای مدیری رو اومدن نشستن حرف زدن. رفت آقای مدیری بیرون یه سیگار بکشه، برگرده گفت چقدر این بچه باسواده، چقدر مهران مدیر باسواده، فکر نمی‌کردم اینقدر این آدم سواد داشته باشه، اینقدر این آدم جهان دیده باشه، اینقدر این آدم زخ خورده باشه، اینقدر این آدم پایین شهر رو خوب بشناسه، بالا شهر رو خوب بشناسه. این سهراب خائن‌کشیه. من میدونین آقای جیرانی آدم شناسه، یعنی کاملا با یه پرتو کاملا کاملا خیلی تجربه ویژه‌ای بود. چقدر طول کشید فیلم برداریتون؟ 70 روز. 70 روز. 70 روز فیلم برداری و 6 ماه پیش تولید. کار عظیمه تقریبا. کار عظیمه. 70 روز. بله. 6 ماه پیش تولید تقریبا. بله. ارتباط با تماشاگر چطور بوده؟ خیلی فوق‌العاده. من خیلی ترس داشتم از این سالن. این سالن وحشتناکه. وحشتناک. مثل تونل وحشته. این سالن تونل وحشته. آره. و باور کنید من در آدم استرسی نیستم، یعنی وقتی کارامو میکنم میگم میگه من کارامو کردم، برام وایستم که هر چی شد بزنن بکوبن هر کاری میخوام بکنم. ولی راجع به این فیلم استرس داشتم، چون یکی از مهمترین فیلم های زندگیمه که فکر میکنم تو تاریخ سینما میمونه. من میمونه واقعا میمونه. دیدم که هیچ کی جمع نخورد، از چون اینجا همش از وسط فیلم 20 نفر 30 نفر 40 نفر پا میشن میرن بیرون، دست میزنن، هو میکنن، کارای اینجوری میکنن و دیدم هیچ کی هیچ کاری نمیکنه. شد نصف فیلم همه نشستن چمنه، بعد دیدیم میرن تو موبایل ها خاموش، همه نگاه ها به پرده. بله بله. ادامه رفت چرا سه چهارم یعنی یک چهارم پایانی دیدم همچنان همه چشا به پرده. فیلم تموم شد، دست و هورا رو اسم مسعود کیمی، اصلا باورم نمیشه تو سینمای مطبوع بود. برای من میزد همه نشستن، هیچ کس بیرون نرفت، همه دوست دارن، من تو خونه بودم. اون برای من برای شما میفرستن، برای من مسیج میفرستن. خیلی عجیب بود این سالن. سالن خطرناک، خیلی خطرناک. یه همون سالنیه که کلاهداری رو برای سر پایان‌نامه پدرش در آوردن. بله. و خیلی فیلم های دیگر، خیلی فیلم های دیگر. بله. دست زدن، سود زدن. بله. دائم میخندیدن دائم. اینجا خیلی چیز بود. و ساحت فیلم مسعود کیمیایی رو دنبال کردم و ازشون ممنونم که سین سالن مردم میشه تو خوب بوده. ببینیم فیلم خائن‌کشی الان دومی یا سومی فیلم پرفروش جشنواره است و همین به نظرم گواه این اشتیاق برای دیدن سیومین فیلم بلند مسعود کیمیایی رو به ما میده. سیومینه مسعود؟ بله سیومینه. بله قرعه سیومین خورد به اسم تو. بله دقیقا. خودشم خیلی تاریخه. و این که اصلا همه چی عجیب بود، ما سکانس های مصدق هایی میخواستیم بگیریم، هی بهمون لوکیشن نمیدادن. ای بابا. هی نمیدادن نمیدادن نمیدادن. افتاد آخرین روزهای فیلم برداری و فیلم با مصدق در 29 اسفند تموم شد. گفتن خیلی درخشانه، یعنی سیومین 29 اسفند خیلی درخشانه. به تبریک میگم بابت این فیلم دیگه خوبه، فیلم کیوان علی محمدی که بچه‌ها خیلی تعریف می‌کردن. من ندیدم، خیلی تعریف می‌کردن. محبت داره. راجع به اونم یه توضیح بده. فیلم سینمای جنگ مربوط به اونم خیلی عجیب شد. روز اکرانش در کاخ جشنواره افتاد روز نیرو هوایی. اوه چه خوب. نمی‌دونم این چیه. این تقدیره. تقدیر خوبه. کیوان دو سال داشت روی پروژه تحقیق میکرد راجع به قهرمانهای جنگ. بله. در نیرو هوایی گفت داره. و این دو سال تحقیق های من میشنیدم که داره این کار رو میکنه، هی با من در تماس بود. ما فیلم موفق سینما شرق قصه رو با هم داشتیم. من تو شرق قصه بودی؟ بله من هم بازی کردم، هم سرمایه گذار بودم، هم مجری تر بودم. دیدم فیلم خوبیه اونو. من خیلی دوست دارم. چرا اکرانش نمی‌کنی؟ ما دیگه دنبالشیم دیگه، ببینیم شرایط خوبی به وجود بیاد. آره. بله. من داور بودم، خیلی فیلم خوبیه اونو. بله بله اون سال شما داور بودید. دقیقاً. تیتراژش هم رضا یزدانی خونده، حرف نداره. جلسه است. عرض کنم که ما یه تجربه موفق با هم داشتیم و خیلی من از این همکاری راضی بودم و کیوان رو خیلی دوست دارم. آرتیست خیلی. آدم سینماست. اصلا باهوشه. اونم باهوشه. خیلی آرتیست. از این نسل جوانه. البته خب سینماش سینمای خاصیه، باید قبول کنی ببینی دوست داشته باشی. بله. ولی آره. باید طرفدار این جنس سینما باشی. آره باید طرفدار این جنس سینما باشی. بله. رفتم توی به من گفت و گفتش که فیلم اینجوری دارم و
من سناریو رو خوندم، دیدم درخشانه. منتظر بودم که یک فیلمی برای قهرمان‌های جنگ، مخصوصاً این بخش که خیلی مهجوره. بله بله، خلبان‌ها و نیروی هوایی و در واقع رشادت‌هایی که اینا کردن و اصلا نمیشه گفت با زبون سینما، هر کدومشون آقای جیرانی یک فیلم به شدت سینماییه، درخشان به شدت سینما، هر قصهش، یعنی هر قصه عباس دوران خودش یه قصه عجیب غریب سینمایی فوق‌العاده داره، چه در زندگیش، چه در زندگی نظامیش، چه در اتفاقاتی که در جنگ و زندگی در واقع خصوصیش افتاده. و دیدم که بهترین فرصته. و یه بخش هیجان انگیز دیگه هم برام داشت، اینکه کیوان علی محمدی جنس سینما و نگاه کردنش فرق میکنه با بقیه فیلمسازا. خیلی به زبان عامیانش میشه هنری میسازه. بله هنری، بله هنری سازه. آره حالا میشه یه خورده با دیتیل هم راجبش بحث کرد. و گفتم چه چی میخواد در بیاد، برام وسوسه انگیز شد. قهرمانان جنگ به روایت صدا. علی اکبر حیدری و بله و صدا. بله من سناریوش که خوندم تو سال پروانه ساق، بله همه راجع به سناریو صحبت بود، چون سناریو بسیار تازه‌ای بود، خیلی تازه در باره جنگ. بله. و در واقع خیلی صدا بود و خیلی چیز دیگه بود. خیلی آره خیلی بعدن همه میگن در اومده فیلم. بله راضی خیلی هم. با صدای بد اینجا پخش شد، ولی وقتی با یه صدای خوب، چون خیلی صدا محور فیلم، فیلمو با صدای خوب می‌بینی این تکونتون میده. من چندین بار با اینکه فیلمو چند بار دیده بودم تو سالن اشک سرازیر شد. نگاهش نگاه متفاوتیه به جنگ، میتونم بگم متفاوت ترین فیلم جنگ در سینما ایران، اینو با صدای بلند میتونم بگم. متفاوت ترینه، نمیگم بهترین، نمیگم اونوره، نمیگم، میگم متفاوت ترین. متفاوت ترین فیلم سینمای جنگ و کیوان علی محمدی و علی اکبر حیدری صاحب. نه علم صحبتش بود اصلا از این. بله. سومین فیلم یک ملودرامه. بله. ملودرامی که به هر شنیدم تو سالن‌ها تأثیر گذاشته. بله. تماشای ارتباط برقرار کرد. بی مادر. بله. چطور شد وارد اون با سناریو مواجه شدم آقای جیرانی؟ محمدرضا مصبا مشترکیم ما با هم. آقای مصبا پارسال بهترین فیلم جشنواره سیمرغ برده بود. یدو. و من رو دعوت کرد، گفتش که یک سناریوی هست اینو بخون. من خوندم و گفتم چیکار کنیم، گفت اینو با هم مشترک بسازیم. پیشنهاد از سمت آقای مصبا بود. سناریو خوندم، دیدم یه کار اجتماعی دغدغه‌مند، موضوعش هم ملتهبه. دیدم اگه یه کست خوب رو این فیلم بکنم و عوامل خوبی بچینم، میتونه یه فیلم اول خوب بشه. با اینکه فیلم اول کار نکرده بودم، یه دونه با مجید توکلی، فیلم دوم با علی سرتیپی با هم کار کرده بودیم، عروسی مردم. ای اون چی شد؟ اون هم هست دیگه، منتظریم سینما شکیب شجر هم میجنه شسته بازیگر نقش هستشه با نازنین بیتی. من سناریو رو خوندم، چی شد؟ اونم آماده اکران دیگه، هر موقع که به قول معروف. وای آقای جیرانی یادم افتاد الان، من از سپیده عبدالوهاب نگفتم در درخشان سپیده عبدالوهاب در فیلم خائن کشی. من یادم رفت تو اونجا بپرسم، چه خوب شد یادت اومد. آره خیلی خیلی سپیده عبدالوهاب یکی از منتورهای جوان خیلی خوبه. بله. که تو کار شما هم خیلی خیلی خوبه. خیلی آقای جیرانی برش های عجیب غریبی داره این فیلم. پرپلانه، سینمای کلاسیکو باید بشناسی، کیمیاییو باید بشناسی. به قول خود آقای کیمیایی فیلم در واقع فیلمی است که خیلی تبحر میخواد تدوین کردنش، بله، مونتاژ، بله، کردنش. کیمیا با مونتاژ قدیمی کار میکرد، البته الان با جدیدا کار میکنه. بله بله بله. آره. هفت ما این فیلمو مونتاژ کردیم با سپیده عبدالوهاب. هفت ما؟ بله. هفت ما. 240 دقیقه نسخه داریم الان. یه نسخه 200 سریالش کن. بله حتما. آگاهانه کردیم این کارها. یعنی با کیمیایی، با آقای کیمیایی گفتم که آقای کیمیایی یه فیلم سینمایی به من بده، یه 5 قسمت هم ویودیشو سریال به من بده. حیف این فیلم و این دکور و این که تو ویودی یه فیلم بیاد تموم شه بره. آقای کیمیایی هم آگاهانه این کارو کردن، یعنی آگاهانه یه فیلم سینمایی با همین قصه‌ای که الان
خدمتون هست 118 دقیقه و یه نسخه 240 دقیقه‌ای در 70 روز. خیلی واقعا و هم از صداگذار فیلم خیلی ممنونم، آقای امیر حسین قاسمی. فرقش توی این سالن مشخص شد. این سالن چون آکوستیک نیست برای سالن سینما، این صدا میخوره به در دیوار برمیگرده میره تو گوش شما. آقای قاسمی یه میکسی کرده بود این فیلم خائن کشی رو که من صدا رو خوب میشنیدم توی این سالن. حتی چه خوب؟ اسحاق خانزادی هم بیس خوبی بهش داده بود. صدا برده سرسحنه است. صدا برده سرسحنه همیشگیه محسود آقای مسعود کیمیایی. بله امیدوارم که من راضی باشه. صدا برده بریم سراغ بی مادر. ببخشید یهو یادم افتاد دیدم چه چیزی رو داریم از دست میدیم. ما فیلم بی مادر رو من خوندم دیدم رفتم کارگردانش رو دیدم نمیشناختمش اصلا. اولین کارش هم مسعود. بله اصلا نمیشناختمش، نه دیده بودمش نه میشناختمش نه هیچی. و رفتم بهش گفتم که آقای خود با هم گپ بزنیم و دیدم خیلی فلسفه خونده، جملات قلمبه سلمبه، ولی میفهمه داره چی میگه. یعنی جملات رو در جاهایی استفاده میکرد که کاملا درست بود و دیدم این باسواده. چه خوب. بعد راجب سناریوش گپ زد دیدم این سناریو رو خورده جویده، خیلی نوشته، دوباره نوشته. بله من بهترین چیزایی که تو زندگیم داشتم و دادم به آقای مرتضی فاطمی، مسعود سلامی، آره. سهیل دانش اووردم. آره. که خانم جیرانی هم که سر کار بود و نرسید به فیلم بیمار. آره رفت ولی... اومد اومد. بله ولی گلناز گلشن هم درجه یک بود تو فیلم. ما چیز کردیم، ما در واقع اینا رو اووردیم و دوباره جمع کردیم دوره هم، چون تجربه درجه یک خائن کشی رو با این گروه داشتم. قبلش هم فیلم روز روزگاری آبادان رو با این گروه کار کرده بودم. فیلم خوبی بود. آقا لطف داری؟ فیلم خوبی بود. من سناریو نخوندم، فیلم در اومده بود فیلم. بله فیلم در اومده. بله. یعنی خیلی سخت بود اون فیلم. بله بله فیلم سختی بود. خیلی فیلم من با خود کارگردانم گفتم، گفتم خیلی فیلم سختی بود. آذرنگ بله. آره که در بیاد این فیلم. بله بله. به تبریک میگم واقعا. ارادت دارم. کار آینده؟ یه بگم؟ بگو، آن میتونی نگی، میتونی بگی، میتونی نگی. یه پروانه با کیمیایی دارم. چه خوب. ولی نمیدونم چی میشه سرنوشتش، به خاطر اینکه آقای کیمیایی تصمیم نداره فعلا فیلم بسازه، یعنی ماجره خواهشو داره. یه کار میگم، حالا اگه چیز شد در میاریم دیگه، ضبطیه ها؟ بله ضبطیه. یه سناریو با محمود کلاری دارم. چه خوب. به عنوان کارگردان. چه خوب. بعد از سالها. بعد از سالها یه سناریو کوتاه آورد من تهیه کنم و دیدم چقدر این سناریو ریشه داره. بلند بلند و ستوناش رو زمینه. گفتم آقای کلاری اینو بلندش رو بنویسین. گفتم نه من اینو 20 ساله دارم کوتاهش رو روش کار میکنم. گفتم آقای کلاری به خدا این سناریو درجه یکه، من میفهمم این سناریو سناریو خوبیه. و با هم دیگه در واقع رفت و یه ماه نیومد و با یه شیرونی اومد. گفت مرسی چه این فیلم من کار کنی چه نکنی، من سناریو بلندش نوشتم خیلی هم خوب شده. و آقای جیرانی چه نویسنده ای کلاری. چه خوب چه خوب. اصلا مگه میشه اون فیلم ما ابر آفتاب رو دیدیم ازش که فیلم خوبی بود. بله. فیلم دومو ندیدیم. این خیلی متفاوته. این مثل خائن کشی فیلم. چه خوب. یعنی 1330 و قصه به شدت قصه است، یعنی قصه روونه قدیمی سر حال از یه خانواده عجیب غریب و با دیتیل. یعنی من فهمیدم که محمود کلاری یه چیزایی میبینه که ما نمیبینیم. بله خوب دیده، خیلی خوب میبینه، عجیبه. نه با مهران مدیری نمیخوای یه فیلم کار کنی؟ وادارش کنی کار کنی؟ اون بعد بخواد من که خدا به خیلی کارگردان خوبی، خیلی کارگردان خوبی، با نمیخوای وادارش کنی یک کار دیگه بکنه؟ کاری که پا به من نمیده. پا به من نمیده. واقعا تو اون پا به من نمیده. ولی چرا خیلی دوست دارم، یه سناریو خیلی تک پرسوناژ عجیب غریب داره، خیلی اونم سینمای جنگه، خیلی دوست دارم اونو کار کنم باهاش. اگه میبینه برنامه رو مهران اینو بیا با هم کار کنیم. خیلی درجه یکه. شایدم خانومت هم تو فیلم چیز خیلی خوب بوده، کیوان علی مانی. بله یه سکانس همسر شهیده. آره. که نمیدونه شوهر شهید شده. خیلی خوب بوده، یعنی توی چیزم خیلی خوبه توی خائن کشی، ولی اونجا خیلی در موردش
حرف میزنن. بله بله. آره. اونجا اونجا واقعا بازیگر خوبیه نرگس. آقا بعضی میگن چرا مثلا خوب جواب دادی؟ اصلا اینقدر خوب جواب دادی در یک جواب دادی. من بودم سالون و جوابتو شنیدم، خیلی خوب جواب ارادت دارم خدمت. هیچ اشکال نداره. به اتفاقا باید آدمی که با ستایش اومده و گرفته حتما باید دو سه تا فیلم دیگه خوب دیگه بازی کنه و به شدت بگیره. از شما آدم اینو میشنوه خورده دلگرم میشه. من برای دارازی موفقیت میکنم. خیلی خوشحالم با سه فیلم اومدی. خیلی خوشحالم که خواهیم کشید و کار نمیده. سپاسگزارم. و انشالله که فیلم بعدی کیمیا ایرم با همین زمینه بسازیم. امیدوارم که باشید. قسمت بشه با شما هم کار کنیم. انشالله قربونتو برم. افتخاریه. قربونتو برم. خیلی خوشحالم. مرسی گفتگویی که روبرو شما باشه واقعا دلنشینه. قربونتو برم. مرسی. سپاسگزارم. متشکرم.